اگر از آیفون یا آیپد استفاده می‌کنین اما با کیبوردش مشکل دارین یا حتی می‌خواین راجع به کیبوردش اطلاعات بیشتری رو کسب کنین، پس این ویدیو رو از دست ندین. سلام عزیزان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی کاربردی جدید دیگه. امروز قراره چند تا از تنظیمات جذاب و کاربردی کیبورد آیفون رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس با من توی فروشگاه اینترنتی 19 کالا همراه باشین. خب، اولین مورد تغییر زبان کیبورده. شما میتونین توی کیبورد آیفون زبان جدید رو اد کنین یا حتی از ایموجی‌های جدید استفاده کنین. خب، واسه این کار باید وارد تنظیمات گوشیتون بشین، کلمه کیبورد رو جستجو کنین و روی همون بخش بالایی کلیک کنین و زبان مورد نظرتون رو وارد کنین. همینجا هم میتونین ایموجی رو اد بزنین. مورد بعدی اسمارت پانچویشنه. این مورد توی زبان فارسی زیاد کاربردی نیست، اما اگه خواستین یه متن مرتب انگلیسی رو تایپ کنین، نقطه گذاری هوشمند رو فعال کنین تا پایان جملتون رو به صورت پیش فرض نقطه گذاری کنه. مورد بعدی چپ دست یا راست دست بودن کاربره. یکی دیگه از کارهای جالبی که میشه با کیبورد آیفون کرد اینه که به نسبت چپ دست یا راست دست بودن شما میشه کیبورد رو تغییر داد. یه روش ساده و بی‌دردسر. حتما این روش رو تست کنین. و اما میرسیم به مورد تپ اند هولد. فرق نداره ایموجی ها رو در نظر گرفته باشین یا حروف، کافیه روی اون کلیدی که میخواین دستتون رو نگه دارین تا گزینه های دیگر هم بهتون نشون بده. یادتون باشه که این قابلیت برای زمانی که بخواین از کسره یا حتی همزه استفاده کنین کاربردیه. مورد بعد دومین پریدیکته. این مورد شاید برای خیلی همون کاربردی نباشه، اما خب اگر کار شما توی حوزه آیتی یا مرتبط به وب باشه، میتونین توی سرچ سافاری با نگه داشتن دستتون روی نقطه پسوند دامین رو به صورت تایپ شده پیدا کنین، مثل .com، .net یا خیلی از موارد دیگه. مورد بعد ترک پده. اگه یه متن طولانی رو تایپ کرده باشین و نیاز به ادیت داشته باشه، میتونین با نگه داشتن دستتون روی کیبورد اون رو تبدیل به موس کنین و هر جایی که نیاز هست رو تغییر بدین. و اما دفینیشن. تا حالا براتون پیش اومده که مثلا یه متنی رو بخونین و یه کلمه‌ای داخلش براتون خیلی عجیب باشه؟ خب معمولا توی این حالت هممون اون کلمه رو کپی می‌کنیم و توی گوگل سرچ می‌زنیم. اما خب اپل این کارو خیلی برامون ساده‌تر انجام داده. از ترجمه تا بررسی و مفهومش هم در اختیارمون قرار میده. مورد بعدی تکست ریپلیسمنت. این بخش هم برای اونای کاربردیه که معمولا وقت زیادی برای کار کردن با گوشی ندارن. کافیه یه جمله کامل رو توی بخش اول وارد کنین و بعد از اون با یه دونه شورتکات تایپش کنین. و اما آخرین مورد دیکتیشنه. وقتایی که متنای انگلیسی تایپ میکنین و میخواین کاملا بی‌نقص و بدون اشتباه دیکته‌ای باشه، به نظرم این مورد بهترین گزینه است و امیدوارم که یه روزی این ویژگی برای زبان فارسی هم طراحی بشه. اگه کسی رو میشناسین که توی استفاده از کیبورد آیفون مشکل داره، حتما این 4 تا اپلیکیشن رو بهش معرفی کنین. اپلیکیشن اول جیبورد گوگله که ویژگی‌های خیلی جالبی داره. دومین اپلیکیشن سویفت کی، اپلیکیشن بعدی فلکسی کیبورد و دست آخرم گرامرلی که البته فوق‌العاده برای گرامر زبان انگلیسی کاربردیه و متن‌ها رو بی‌نقص به شما تحویل میده. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و بتونین از کیبورد گوشیتون به صورت خیلی حرفه‌ای‌تر استفاده کنین. نظر شما چیه؟ چه تنظیمات دیگه‌ای رو می‌شناسین؟ اگر می‌شناسین برامون توی کامنت بنویسین.